من فردا نشدم. آره ویدیو چیه نمیفهمم چیه. اینش رو میگم. آره. اینش رو میگم. چه شو میگم؟ آقا اومد خودش تشریف ندارم. میگم هی اومد خودش آفتاب مهتاب کرد. من میدونم بیدون رو فاز چیه. از این برای اون تو رو در خوش برسونه به این. گوه آقا یه کاری که ما با این رو در روشیم. ایشون هم تو بخاطر داشته شما رو در روشیم که من اونجا بودم. هی گفتم آقا نکن. ندار گوه آقا هم هم میخواد این رو ببینیم. من چی کنم. هیچ چی به طرف صداقت نیم. به آقا دیگه گفت آقا داشته آقا جاواز. گفتم باشه. گوه آقا به من که چیزی نمیگیم. بخوام اینو ببینم. به ایشون هم بید. چون همینو میره اخبار میرسه. یه دفعه موشک میاد. بعد فلانی هم دیده شما که بابا این چهار تا کارت منم جد میگم سندلین هم شاهد میذارم اینجا نشونه دیگه کارت رو چهار تا کارت رو نشونه بگو این چهار تا کارت رو من این مجموع دارم کار میکنم نه تقاضی رو زیرمیزی کرد نه بالای میز ولی گفت مجموع رو من وسط میچرخونم گفتم خب تو دقیقه اول که رو نباید بگه چیزی یعنی همه چی توش بود عملا داشت بگه میگو بابا این مجموع رو بذار گهده من ایشون زیاد راه نداد موشب جلسه به هم پر یعنی یه همجا قد شد کل جلسه شد 5 دقیقه چون واقعا 5 دقیقه رد بود. پولی که پیشنهاد کردن حالا تو تلفن باقری گفته هر که باقری نمیگن ثبت شده دو اینا این 20 میلیارد که باقری و اینها مرتضوی و باقری و آنی فاضل هم با هم بودن دیگه پیشنهاد دادن به ایشون که آقا 20 میلیارد باید به مرتضوی این لو رفته چیزی که باز به من گفته لو نرفته آقای فاز اومد پیش من آقا میتونه برم کار کنه خب ما کنیم خدایی که هست آخرتی که هست فاز با محمدی که اومد پیش من دیدیم من نیکنم و شهر با حیاه رفته یا احساس میکنم که همه قدرتی در یدش نرفته حیاه از اول اینجوری بود، حیا نداره حالا برای نداره چی؟ صدیه برپار دهنم از آف ببین، چیشی؟ صدیه باقبون و برپار دیگر رو مردش دهنم ببین، خودی آقای فاضل لاریجانی من یا دیجنس همراه یکی این محمدی آقای دوتا جنس رفتشون خراب هست خطه ببین، من میدونی فکر بکنم کجای یا لو بره دو یا مثلا بر هم دیه میزنن ببین اینا که دنبال پول حروم هستن که مردانگی سرشونه میشه مروبت و آقا انسانیت و اخلاق سر شده میشه ببین اول آقای فاضل لاریجانی رفته با کی بسته؟ با مرتضوی و باقری و اینا بسته گفته آقا ما بریم سوار یکاشیم و 20 میلیارد هم باید به ما بدن دست علمی و اینها بعد هم به خود آقای همه مرم این درسته یا آقای زنگلی گفته 30 میلیارد بریز به سار گفته بودیم به حساب آقا باشی گفته بوده 30 میلیارد بریز به حساب 20 میلیارد 20 میلیارد 30 تا بریز به حساب تا ما بریم قرار دادن رو درست کنیم و گفتگو کنیم که تامین اجتماعی یا این حرفا ولی پنجشنبه حل شد نه ببین نشد یار بگه بعدش هم چیزه تو سایت پست آمونا زدن اول زنی سوزی دیدن ما هم بریم هزار دلار دیگه مرتضوی و فلان بعدش یه چیزی که درایه ببین حضور بود نگران شما نیست نگران ایشون قربونت برم من یه چند تا مگر از آقای زنجانی پرسیدم شب شما نبودی این مطالب دقیق به من گفت من بودم اینجا بودم نه پس اون کار چطور نمیدونی؟ من نمیدونم شما این سی میلیارد رو بابا اینجا بغل نشسته بودم بشه میپرسی سی فرد خون به ما میزه ای راست گیر من به این گندگی اینجا بودم خب بس بکه شما الان نمیدید آخه بیاد به چشم نهند شما الان آب بکنی به چشم شما الان اگر بخواهی که با این باید از باقر ببین چطور شده این باقری که این کار کرده بعدش این فاز رفته شده که اونا رو رکب زده رفته چسیده به محمدی حالا ببین آه اونا رفته چون رفته این رفته سر محمدی و اینا خب میفهمن ببین اینا یا اینجا رو تماس دارن یا کسی اینجا دارن بگم با محمدی فلانی اومده اینجا خود محمدی همچه زیر کار هست خود محمدی هم همینجوریه محمدی هم را پیچو به همه رو توضیح من هم این بودش که من توی دفتر آقای
اعلام کردم که در منی اعلام کردم که میخوام یه مبلغ رو بیارم داخل و ببرم توی یه جایی سرمایه‌گذاری کنیم به کاری انجام. ایشون به من گفتش که بهترین جایی که مثلا میتونید ببرید یا ببرید دفتر آقای مخبرینا این کار رو انجام بدید یا ببرید تو تامین اجتماعی این کار رو انجام بدید. بعد فردای اون روز من به آقا سید اعلام کردم که آقا سید موضوع اینه و میخوام برم تامین اجتماعی این کارو بکنم، میگم که 30 تومنم باید بدیم به اونجا و اینجوری بشه. یعنی تیمه مطلبی که باقری بود؟ آره، گفتمون به ایشون گفتم باقری هر چی که من هیچ وقت روم نمیشه بگم، اعتقاد من به خونه و سیستم ایشون و مخصوصا هم یه بار پشت تلفن گفتم، دو بار دودوری گفتم، اونا رو هم بشه به والله همین این همین حرفایی بود. گفتم که به ایشون گفتم، ایشون گفتش که حالا من خواهم چیزایی که به یزدی گفتی بود همین حالا گفتم به یزدی دیگه، حالا میخوای یزدی رو بگیرم؟ نه همین دیگه با گفتم که من آقا سید گفتم که آقا سید جریان اینجوریه، اینا میگن که اگه میخواد بری با اونجا کار بکنی ما حاضریم بریم کار بکنی، 30 تومن هم میگیریم و این کارا رو میدیم. آره 5 تومنش اول بده، بقیه‌اش هم موقعی که کارت انجام شد بده. خب من اینو به یزدی گفتم، سید به من گفت، وقتی که به سید گفتم سید گفتش که دروغ محض، همچین چیزی و اصلا همچین چیزی وجود نداره، پاشو من الان دستو میگیرم میبرم توی خونه‌اش و شما رو آشنا میکنم، من زندگی این آقا رو میشناسم، چندین ساله که بچه هاشو میشناسم، همه چیو میشناسم، همچین چیزی وجود نداره، اگه داشت این زندگیش این نبود. خب من اینو بگردیم الان خونه غنی میشینیم دیگه، خونه ای رو خب گرفتم در الان دولت رو هم کنم. خب بعد آقای چیز زنگ زده من رو برداشته بردش به خونه آقای مرتضوی. چه ساعتی بود اومدیده؟ من رو گفت نه مرتضوی، آقای مرتضوی هم پذیرایی کرد، خیلی هم خوب از من پرسید تو دفترش نوشت که میخواد چه کارا بکنه. اصلا یادیده من یارو رفته بود گفتم حتی تو دفترش نوشت اینا رو یادی گفتی، من گفتم یه موقعی اومدم بهش بگی آقا نگاه کنی. اصلا این خوب شده که الان من در از این میپرسم که اینا یاداش کنم، دیدم تو دفتر رو یاداش کردم راست تو تقویم اسمالات که خیلی خوب نکته ایه ماشاءالله به حافظه. تو دفترش هم یادداشت کرد و به من گفتش که فردا هماهنگ بکنید بیایید اونجا و من ببینم. من رفتم باقری در رو نیومدی، من چون دیگه فهمیده بودم که اینا با هم دیگه ارتباطی ندارن، اومدم به باقری درمنی گفتم که صبر بکنید من دارم خودم کارهای اولیه رو انجام میدم بعد به خبر میدم، چون احساس میکردم نکنه این موقعی اتفاقی بیفته. وقتی که اومدیم پیش آقای مرتضوی ما نشستیم، ایشون تفاهمنامه که تمام بچه هاشو جمع کرد اومدن، اصلا شب تا ساعت 11-12 شب همه یادمازیدنشو گذاشت، صورت جلسه کردیم. وقتی که تموم شد من چندین مرتبه به آقا سید خواستم بگم که آقا سید من اونا رو بهشون بگم، ایشون گفت آقا به حرف من اعتقاد داری یا نداری؟ گفتم چرا؟ گفت اگه اعتقاد داری فراموش کن این مرتبه. گفتم بعدش که آقا سید رفت من ایشون پرسیدم، گفتم که آقای مرتضوی یک کسی به نام مرتضوی و یک کسی به نام درمنی رو شما میشناسی؟ ایشون گفتش که یه روحانی من میشناسم، ولی چی هست موضوعتون چیه؟ که من گفتم که من در رابطه با اینجا آیا من برم با اونا صحبتی بکنم؟ ایشون گفت آقای زنجانی از درگون دم در تا بالا اگر در رابطه با این کارها از شما کسی چیزی خواست، کمکی خواست انجام نمیدید، پس شخص خود من اینجا هر چیزی هست بیاید صحبت بکنید با تون. گفتم اینا میشه ارتباطی با ما نگه؟ ارتباطی هم نگه گفتم. بعد روز بعدش من پیش آقای مرتضوی اومدیم ادامه قرار داده بود. اینجا که نشسته بودیم اون درمنینا میدونستن من اینجا، زنگ زدم به دفتر موبایل حاجه‌ها، ایشون جواب موبایلش رو نداده بود، زنگ زدم به دفترش گفتن که کار خیلی واجب داریم گوشی رو ببر داخل. گوشی رو آوردن داخل،
آقای مرتضوی گفت کیه؟ گفتن که میگه مرتضوی کار خیلی واجبی داره. ایشون هم یه خود با مکس فکر کرد که کیه این مرتضوی. بعد گوشی رو گرفت گفت سلام علیکم، حال شما خوبه و آقا کجا این چند وقت خبری نیستش ازتون. و بعد تو این هیرووی اون آقای مرتضوی گفت حاج آقا گوشی خدمتتون، من آقای فاضل میخوام به شما معرفی کنم، پیش منه فاضل. گوشی رو داد، بعد ایشون برای اولین بار با آقا فاضل صحبت کرد پشته. ما سلام آجا، ارادت داریم این کاری باشه هستیم خدمتتون، خیلی ممنون، خوشحال شدیم و تموم شد تا اینجا. من به آسف گفتم سید نگاه کن اینا این مانورشون بودا که زنگ زدن و این کار کردن. سید گفت دیدی که ایشون مکس کرد که نمیشناخت، پس این یعنی که اثباتی میف. من اینا رو یزدی همه رو انتقال دادم. اون صورت ما با فاضلم رو گفتی؟ فاضل لازمی تو تلفن؟ آره گفتم، گفتش که ایشون گفتش که حاجا در خدمتتون باشیم، هر وقت دوست داشتین تشریف بیارید، امری باشه خدمتتون هستم، خیلی خوشحال شدم. آره. تا اینجا تموم شد. بعد تا اینکه ما جلسه داشتیم توی یه اتاق دیگه، ما اومدیم اینجا، آقای مرتضوی اومد گفتش که بابا این یارو لایزن اومده فاضل اومده میخواد با تو حرف بزنه، منم هی سعی کردم بپیچونمش. اینا رو گفتی؟ گفتم همه رو. گفتم و اونجا آقا سید هم تلاش کرد با آقا مرتضوی که من نبینم ایشون رو، ولی گفتن که آقا یه دقیقه پنج دقیقه بیا یه سلام علیک بکن و برو بذار تموم بشه. گفتیم که فاضل دیگه نشسته بوده؟ بله بله. سید به من اعلام کردش که آقا اون روز که تلفن رو دادن دست لاریجانی اینا، اینا گروهشون میخوان تو رو مانور بدن یه پولی از تو بگیرن، اصلا ربطی به اینجا نداره، الان هم این رو فرستادن اینجا که بیاد بگه که نگاه کن من تا اینجا اومدم دنبال کارتم. یعنی فاضل لاریجانی اینجا بوده؟ مثلا اومده میخواسته خودش رو به من هی نشون بده به این که نگاه کن من از بابت اون دوستان اومدم اینجا. یعنی از بابت خود بابدی و بلتوزنی از اینا هست. بس که این من بود اینم میگفتی که چون به من اینجور گفتی، گفتی که یه بارم بابدی بابدی درمانی شما رو دعوت کرده تو دفتری بود. اینو گفتم تو اون رو نشسته بودن کیا؟ من بهش گفتم که من رفتم دفتر آقای درمانی، آقای مرتضوی، آقای فاضل لاریجانی و توی یه اتاق دیگه نشسته بودن که درش رو باز گذاشته بودن. که من از اونجا اومدم اینجوری نگاه کردم، یعنی میخواستم مانور بدن جلوی من که ما مثلا اینجا هست. حالا مرتضوی که میگفتی باید میگفتی مرتضوی روحانی. گفتم تو من تو قوم رو دفتر باقی دیرمانی نمیدونم کجا. خدا شاهده من همه این موضوع رو توضیح ده. خب اون گفتی معلومه که اونجا یه مانو بیدارن، اینجا یه مانو بیدارن، درسته؟ بله. خب گفتش که من یه سوال هست. چی گفت؟ آقای عزیزی گفتش که به شما میگن که آیا به این آقا گفتی که ما یه دونه خونه مثلا بهت میدیم؟ بله. من ساعت اینا میبینم واسه تو تلفن نه که تلفن اینا رو دارم، وقتی باقری میگه مرتضوی میخواد ببینه تی نیست این کارشناسا که این گوش بگنن که اون کنن من مخواد بس اونا تو خودشون هم باز تلفن ناشون کنترل رو به هم میگن با اون میگه اون به این وکیل همین معاونه چه دار کتان بدارم محمدی اینا محمدی دارم چیزه اینا چونه چه این حضرانه جلو؟ بعد من ساعت 9:30 قرار داشتم برم 9:30 امروز صبح. من ساعت 11:30 یه روپه 12 رفتم کار داشتم نتونستم 11:30 هنوز صبحانه شون رو روی چیده بودن منتظر من. فقط باقری بود کس دیگه ای نبود. باقری بود به من گفتش که چه کار کردی؟ گفتم چی شده مگه؟ گفتی رفتی گفتی که 30 تومن میخواستم بدم بدید به ما چیزی چه کاری بوده کردی؟ گفتم خب شما گفتید دیگه، من اتفاقا همین رو گفتم. گفتم خب تو گفتی 30 تومن بده، خب منم باید 30 تومن جور کنم بدم 30 میلیارد تومن باید یه جا بگم که به کی دارم میدم. که گفتش که چیزه اینا به هم ریختن یه کاری بکن اینا با هم دیگه دوست بشن. اون کیا دوست بشن؟ بگفتش آقای مرتضوی شما زدی به این تلفن زدی و هرچی از دهنت اومده بهشون گفتی و پدرشون رو در برده اینا رو، اینا تمام ترسیدن و
کشیدن کنار. نه اون مرتضویه ترسیده، ترسیده و چرا این کاری کردی؟ گفتم که بابا خب شماها گفتید.